امروز جلسه دوم از مجموع بحث‌های آزادمونه با موضوع روانشناسی مهاجرت و سخنان عزیزمون دانشجوی سال پنجم روانشناسی اجتماعی هستن در دانشگاه ماساچوست و دانشگاه کارلتون. موضوعات پژوهشی مورد علاقه‌شون هویت اجتماعی، تنازعات بین گروهی، جنبش‌های اجتماعی، روانشناسی حقوق و وظایف و روانشناسی قطبگرایی در سیاست هستن و مقالاتشون در چند تا از ژورنال های بسیار معتبر منتشر شدن. اول یه عذرخواهی بدهکارم بابت اینکه تنها اسلاید فارسیم اینه، بقیه اسلایدها انگلیسی هن. زمانی که داشتم متریال موادمو جمع میکردم خب منابع انگلیسی بودن، کپی پیست انگلیسی راحت تر بود، بعد اونایی که خودم باید مینوشتم طبیعتاً دیگه گفتم همه انگلیسی بنویسم. بابت اون عذرخواهی میکنم، ولی خب سعی میکنم که درگیر واژه ها انگلیسی تا اونجایی که میتونیم نشیم. من اول از سعی میخوام از چند تا مانع عبور کنم اگه امکانش وجود داشته باشه برای خودم. یکی این که این امکان وجود داره که توی روال بحث ما بین دو تا چیز رفت و برگشت داشته باشیم. یکی ادراک آدم‌ها از اون امریه که جاری هست و ما همه باهاش سر و کار داریم، یعنی که آدم‌ها چطوری میفهمنش، و یکی این که چطوری هست. حالا اگه بشه اصلا به همین چیزی رسید یا نه بهش کار ندارم. طبیعتا مثال معروفی که حالا تو رشته ما میذارن اینه که اگه تو خیابون پر پلیس باشه لزومی نداره که همه احساس امنیت بکنن. بنابراین اون چیزی که اون بیرون هست با اون ادراکی که من لزوما ممکن از وضع موجود داشته باشم دو تا چیز متفاوت میتونن باشن و آدما بر اساس ادراکاشون زندگی میکنن. بنابراین خیلی اوقات ممکنه شما به عنوان شنونده با چیزی که من میگم یا تعقیب نشون میدن مخالفت داشته باشین از این نظر که بگید اینطوری نیست، ولی خب ما یا شما یا اغلب آدم ها اینطوری فکر میکنن و ما بیشتر اوقات با همین سر و کار داریم، با چیزی که ما بهش میگیم پرسپشن، ادراک آدم ها. نکته دیگه که میخوام بهش حتما اشاره بکنم اینه که معمولا تو مباحث روانشناختی ما عادت کردیم به دو تا چیز. یکی چون غالب اوقات وقتی صحبت از روانشناسی میکنیم بیشتر به ذهن روانشناسی بالینی میاد، یعنی شناخت بیماری ها و درمانش، این تصور عمومی وجود داره و تا حدی هم درسته که وظیفه اون کسی که داره صحبت میکنه اینه که یه سری راهکارهای سریع و قابل دسترس و عملیاتی به مخاطباش بده تا اونا بتونن اجرا بکنن. از این جهت این کاملا درسته. مشکلش اینه که گاهی اوقات راهکارها سریع نیستن، گاهی اوقات مستلزم دونستن یه سری تعاریف و مفاهیمی هن. اگر احساس کردید که تو فرایند بحث درگیر یه سری مفاهیمیم یا تعاریف، به این دلیله. من در انتهای بحث یه سری راهکارهای عملیاتی خواهم داد. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم به عنوان مانع اینه که چیزی که همه شنیدیم 200 گفته چنین کردار نیست. خیلی ساده است. اون چیزایی که من میگم اگه به کار بسته نشن، اگه بخوام صادقانه بگم، وقت تلف کردنه. در حقیقت این یه ابزاریه برای این که من و شما ازش استفاده کنیم. اگه استفاده نشه جز یه سری اطلاعات هیچ ارزش دیگه ای نداره. این چند تا نکته. اون اتفاقاتی که من سعی میکنم بندازمشون تو پروسه‌ای که خواهیم داشت تو این یک ساعت، سعی میکنم یک ساعت باشه، اینه که یه دانشی رو منتقل کنم راجع به این حوزه. دیگه این که تشویق بکنم دوستان رو به این که از این دانش استفاده بکنن برای بازنگری اتفاقاتی که دوروبر خودشون میفته. حالا این اتفاقات که میفته یا راجب خود شماست و تصوری که شما از خودتون دارین، یا راجب خود اجتماعیتونه، یعنی تصوری که شما به عنوان یه موجود اجتماعی از خودتون دارین، یا راجب اتفاقاتیه که در نسبت با دیگران میفته. من
برای هر کدومش مثال خواهم زد تو طول بحث. و به طور خاص ارتباطی که شما با چیزی که ما بهش میگیم هوست سوسایتی، یعنی کانادا، اینجایی که ما الان هستیم، اون مفاهیمی که من منتقل میکنم به این کارا میاد. و حالا چه فایده ای داره بازنگری کردن این تجربه ها؟ خب ماها خیلی اوقات، اگه نگم همیشه، خیلی اوقات بر مبنای اون تجربیاتمون باورهامون شکل میگیره، عواطفمون رو خواهیم داشت بر مبنای اون تجربیات و یه سری رفتار خواهیم کرد. بنابراین این مفاهیم که کمک میکنن به این بازنگری ها در نهایت منجر میشن یا به تغییر نگرش، یا به تغییر عاطفه شما، یا تغییر رفتار. و در نهایت اون چیزی که بازم قصد دارم بهش بپردازم، یعنی تشویق بکنم که شما این کار انجام بدین، اینه که از دیدگاه کانادایی ها تا حدی به قضیه نگاه بکنیم. چون ما معمولا به عنوان اقلیت گیر افتادیم توی نگرشی که خودمون نسبت به وضع خودمون داریم. خیلی کمتر از دیدگاه کانادایی ها به خودمون به عنوان یه اقلیت نگاه میکنیم. این اهدافی که من دارم، اما بذارید قبل از اینکه وارد بحث بشم، مثلا تا بعد از میون افرادی که اینجا هستن کسی هست که تجربه مثلا پیشداوری یا تبعیض داشته باشه تو کانادا، احساس کرده باشه که یه موقعیتی رو از دست داده یا رفتار نامطلوبی به مورد هدف رفتار نامطلوب بوده، تجربه پیشداوری داشته باشه؟ خب خدا رو شکر کسی نبوده. یا اینکه کسی هست که اینجا کانادا رو خونه خودش بدونه؟ اوکی. چقدر مهمه که فرزندتون با فرهنگ ایرانی آشنا باشه؟ اگه حالا قرار ازدواج بکنین یا اگه قرار فرزندی داشته باشین، مهمه؟ بیشتر برای آدم فارسی باید چی؟ فارسی یه خورده بتونم. اگه متوجه بشین یه فرزندتون گیه یا متعلقه به کامیونیتی LGBTQA، حالا با هر واژه، چه حسی پیدا میکنین؟ چه حسی پیدا میکنین؟ نمیگم موافقین یا مخالف، چه حسی پیدا میکنین؟ نیوترال اصلا خیلی شاید فرق نمیکنه تو ایران باشه یا اینجا باشه، درسته؟ جا؟ LGBT حتی میتونه باشه، هر جا، یعنی خب در مسئله فرق نمیکنه. شما به عنوان کسی که از یه فرهنگ دیگه اومدین اینجا، به نظرم سمونا در همون جا هستن یعنی دیگه. نه من نمیگم اونجا هستن یا نیستن، میگم شما فرض کنید فرزندتون اینجا بعد مدتی متوجه شدید که تو کامیونیتی گیه، لزبیانه، یا حالا کویره، هرچ، چه حسی پیدا میکنی؟ اینجا من خوشحال میشم که فامیل کمتر بدونم، فامیل رو بدونم، نگران قضاوت بقیه، نگران قضاوت بقیه میشه، بقیه شاید بگم هموطن هم. من نگران این خواهم بود که چجوری با این اجتماع روبرو خواهم، روبرو خواهم، نگران اون خواهم. من نگران اینم بیشتر اگر بیونده، نگران اینم که آیا قدرت اینو دارم که همون قدری که میتونم به یک بچه که مثل خودم هست خدمت کنم یا مشاوره بدم، کنارش باشم، آیا قدرت دارم که کنار اونم درست کنم؟ عالی. و اون مجردهای جمع چقدر براشون مهمی که با یه ایرانی ازدواج کنن؟ خیلی. Fair enough. خب همه اینا تو طول بس خواهم رسید که چرا میپرسم. اینکه بخشیشون به ارزش ها مربوطن، بخشیشون به نگرش ها، بخشیشون به عواطف، بخشیشون به رفتارها. این تفکیک رو خیلی بعد خیلی جدی تو ذهنمون داشته باشیم که نگرش، عاطفه و رفتار، این سه تا ساحتی هستن که برای ما روانشناسا خیلی مهمن. حالا جلوتر بهش خواهم رسید که همیشه اتیتود، ایموشن، بیهیویر. خب مهاجرت یه پروسه ای که توی بستر اجتماعی انجام میشه، یعنی ما به عنوان افراد، درسته که یه نفری میایم
ولی توی بستر اجتماعی بزرگ شدیم، رشد کردیم و این مهاجرت در حقیقت بریدن از یه بستر اجتماعیه و اومدن به یه بستر اجتماعی دیگه. این به نظر چیز کاملا محسوس و معقولی میاد. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه نیاز اساسی در ما آدم‌ها وجود داره به نام نیاز به تعلق داشتن. اینکه ما دوست داریم تعلق داشته باشیم به گروه یا جمعی. این نیاز خیلی جدیه. جدیتش هم در این حده که آزمایش‌ها نشون میدن وقتی آدم ها احساس طرد شدن از یه جمع میکنن، این FMRI آزمایش های مغزی نشون میده همون بخشی از مغز فعال میشه که مربوط به درده. یعنی اگر شما یه نفر رو بزنید، همون بخشی از مغزش فعال میشه که اگه از یه جمعی تردش بکنید. دقیقا یک بخش از مغز فعال میشه. یعنی انقدر این نیاز در ما آدم ها جدیه. خب به لحاظ ایولوشنری تکاملی قابل فهمه. اگر ما گروه اندیش نبودیم، گروه برامون مهم نبود، نمیتونستیم زنده بمونیم، بقا پیدا بکنیم. بنابراین این حس بیلانگینگ، تعلق داشتن برای ما خیلی اهمیت داره. از این حس یه چیزی در میاد بیرون به نام هویت اجتماعی. این هویت اجتماعی به این معناست که من وقتی به خودم میاندیشم و به تعریفی که از خودم دارم، این تعریف از خود من بخشیش مربوط میشه به اون بستری که توش رشد کردم. من مردم، دانشجوام، همسرم، پدرم، اینا همه یه سری هویت‌های اجتماعی هم. من تو گروه‌های مختلفی عضوم، چه بخوام چه نخوام، و این عضویت در گروه‌های مختلف کم یا زیاد بخشی از من رو تشکیل میدن. بنابراین به همین دلیله که اگر یه نفر راجع به مردها حرف بدی بزنه، اگر من هویت مردونه قوی داشته باشم به هم بر میخوره. برای اینکه این هویت اجتماعی من درسته به من نگفته، ولی به گروهی که من عضوش هستم گفته. بنابراین من از طرف گروه ناراحت میشم. خب طبیعتا ما هویت‌های اجتماعی مختلفی داریم. همونطور که گفتم عضو گروه‌های مختلفی هستیم. اون چیزی که گفتم هویت اجتماعی، میتونید بهش عناوین دیگه هم بدید. بگید ما قبیله‌گرا هستیم یا قوم محوریم، این چیزی که بهش میگن اثنوسنتریزم یا ترایبالیزم. همینا رو میتونیم ذیل یه مفهوم بگنجونیم. برای ما، ما در برابر آنها خیلی مهمه. به همین دلیل به محض این که ما حتی به صورت اتفاقی گروه بندی میشیم، یعنی حتی وقتی برای ما سکه میندازن به طور 50-50، به طور شانسی، نه به دلیل اینکه چیزی اشتراک داریم، یه آزمایشی که انجام شده، سکه میندازن میگن اینا یه گروه، اونایی که شیر آوردن، اونایی که خط آوردن یه گروه دیگه. همین نحوه گروه بندی کافیه تا اونایی که عضوی گروهن اگه قرار باشه یه چیزی رو تقسیم بکنن، بیشتر به گروه خودشون بدن و کمتر به گروه دیگری. بیشتر گروه خودشون رو دوست داشته باشن تا در برابر دیگری. دقت بکنید که فقط بر اساس شانس، نمیگم بر اساس گرایش‌های سیاسی، ملی، مذهبی، قومی و چیزهای دیگه، فقط بر اساس شانس. اون چیزی که ما بهش میگیم فیوریتیزم، یعنی گروه من اگه قرار باشه ریسورسی بگیره، یه منبعی رو تقسیم کنم، بیشتر تقسیم میکنم، بیشتر میدم به گروه خودم. یا گروه خودم رو جانم گفتم رو هم بین کمشت دارم چیز شبیه هم، یا گروه خودم رو بیشتر دوست دارم، از گروه دیگری ممکنه نه لزوما متنفر باشم. خب حالا از دید یک کانادایی اگر بخواید به قضیه نگاه بکنید، ما که داریم میاییم اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ از دید یک کانادایی ما یه برون گروهیم که داریم گروه خودمون رو ترک میکنیم، قراره بیایم عضو این گروه بشیم. قراره، حالا من نمیدونم میشیم، یعنی یه آوت گروپیم ما، یه برون گروهیم که قراره بیایم اینجا این گروه بشیم، در اون گروه بشیم.
من نمیدونم ما خودمون چه تصوری داریم، شما با خودتون مراجعه بکنید. آیا از نظر شما هم همینه؟ نمیخوام پاسخ بدین ها، تقاید نشون میدن اینطوری نیست. ما نمیایم اینجا لزومن همه که از این گروپ بشیم، ما میایم اینجا که گروه خودمونو داشته باشیم. پس از همین الان اون چیزی که ما از خودمون میفهمیم به عنوان مهاجر، دست کم بخشی از ما، حالا جلوتر من به تعقید اشاره میکنم، متفاوته با اون چیزی که کانادایی ها از ما میفهمن. حالا من میگم که این تفاوت پرسپشن ها چجوری تو روابط بین فردی تأثیر میذاره. خب خیلی ها سعی کردن که توضیح بدن که چه اتفاقی میفته تو فرایند مهاجرت، توضیحش بدن که همین ترک کردن یه گروه و آمدن به یه گروه دیگه چه فرایندی وجود داره و آدم ها چه پروسه رو طی میکنن تا از اون آت گروه بیان تبدیل بشن به این گروه. مدل ساده و تصور ساده این بود که خب یه عده‌ای هستن کشور خودشون رو ترک میکنن، فرهنگ خودشون رو ترک میکنن، میان میپیوندن به یه فرهنگ دیگه، هوست سوسایتی. و بعد اون دوره‌ای که این نظریه رایج بود، جامعه میزبان یه جامعه یک دست بود، سفید پوست، تعداد مهاجرها فوق‌العاده کم بودن موقعی که این مدل توضیح میداد پدیده‌ها رو. نکته دیگه که وجود داشت این بود که مهاجرها بیشتر به دلایل اقتصادی، ایدئولوژیکی یا اخلاقی مهاجرت می‌کردن، اما الان یه سری دلایل بیشتری اضافه شده. یا اون موقعی که این مدل رفتارها رو توضیح میداد، همونطوری که گفتم یه نسبت اندکی از جامعه میزبان اختصاص داده میشد به مهاجرها، تعدادشون خیلی کم بود. اما خب الان اینطوری نیستش. و نکته دیگه هم که وجود داشت این بود که فاصله بین مهاجرها و جامعه میزبان از یه نظر کم بود، از یه نظر زیاد. حالا جلوتر عرض میکنم این دوتا رو. اون مدل کفایت نمی کرد برای اینکه خیلی ساده بود. حالا جلوتر میگم چرا. اگه دقت بکنید تو دوره ای که مثلا رفیوجی ها از اروپای شرقی مهاجرت میکردن به اروپای غربی، فاصله بین جامعه مهاجر و جامعه میزبان به لحاظ فرهنگی فاصله خیلی کمی بود. الان با توجه به پیشرفته‌تر شدن امور این فاصله خیلی بیشتر شد. به همین دلیل بود که یکی از دلایل این بود که اون مدل خطی دیگه پیچیدگی هایی رو که الان روابط بین گروه ها و روابط بین انسان ها داشت اون نمیتونست توجیه بکنه. این مدل چند وجهی پیشفرضش بر اینه که ما رو دو تا نکته تأکید میکنیم. نکته اول این که پیشفرض اینه که ما فرضمون این نیست تا ثابت نشه که اون چیزی که نمیدونم شما باش آشنایی، بهش میگن ملتینگ پات، یعنی آمریکا یا کانادا اینا ملتینگ پاتن و مولانا این تصور مثبتی راجبش دارن، یه احساس غرور میکنن وقتی همچین چیزی رو میگن. این تصور دیگه الان وجود نداره، این دیگه در هم ریختگی وجود نداره. این تصور تصحیح شده به صورت اینکه ما یه سیستم موزاییکوار داریم، یعنی کامیونیتی ها در کنار همدیگه هستن، هیچ در هم ریختگی ملتینگ پاتی نیستش. اگر این تصور موزاییکی تکه تکه تصور ازش تصور مثبتی بخوایم داشته باشیم، اینطوری خواهد بود که این تیکه ها، این کامیونیتی ها نسبت به همدیگه تساهل و تسامح خوبی دارن، میتونن در کنار هم زندگی بکنن. اگه این تکه ها با همدیگه مشکل داشته باشن، اون موقع اون چیزی اتفاق میفته که حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، بعد از اومدن ترامپ گروه های راستگرا از خودشون نشون میدن، یعنی تولرانس یا تساهل تسامح ندارن، دشمن میدونن، احساس میکنن که اپورتونیتی هایی که وجود داره، فرصت های شغلی که وجود داره از مهاجرا میگیرن و و و. بنابراین اینکه من و شما به عنوان مهاجر چجوری تطابق حاصل بکنیم با
با این فرآیند مهاجرت فقط مربوط به خودمون نیست، به اون چیزی که ما بهش میگیم اون جامعه‌ای که پذیرای ما هست هم بستگی داره. من و شما هر چقدر سعی و تلاش بکنیم بخشی از قضیه این، بخشی از قضیه مربوط به جامعه‌ای میشه که داریم بهش مهاجرت میکنیم. این مدل مولتی دیمنشنال، چند وجهی، چند ساحتی، این جامعه‌ای که پذیرنده هستم وارد قضیه میکنم. خب اون سوالاتی که ازتون پرسیدم ابتدای قضیه به این دلیل بود که این تفکیک قائل بشم که ما وقتی مهاجرت میکنیم ارزشامون ممکنه عوض بشن، رفتارهامون ممکنه عوض بشن، لنگویجمون، زبانمون تا حدی و هویت‌های فرهنگی و اجتماعیمون. هر کدوم از اینا رو میتونید تو اون ستای اصلی طبقه بندی کنید. من به این دلیل با اون تقسیم بندی اینجا نیاوردم که ادبیات پژوهشی با اون تقسیم بندی نبود. دقت بکنید که اینا لزوماً منطبق بر هم نیستن ها. من ممکنه به عنوان یه آدم سنتی که به هر دلیل مهاجرت کرده با فرزندگی هم به هیچ عنوان ارزش یکسان این ارزش هم نخونه، اما به دلیل فشاری که از طرف جامعه وجود داره رفتارم فرق بکنه. بنابراین بین اینا لزوماً یه هماهنگی و همزیستی به معنی یکسان بودن وجود نداره. این خیلی مهمه. نکته دیگه‌ای که وجود داره و تقسیم بندی که این مدل چند وجهی انجام میده اینه که من و شما نسبت به جامعه‌ای که الان اومدیم، فکر کنم یه عده درگیرن میخوان نمیدونم بیان تو یا نیان تو، این که دو تا سوال ما باید پاسخ بدیم. نسبت به جامعه خودمون پذیرندگیمون چه هست؟ به جامعه که میگم منظور فرهنگه، تصحیح بکنم، و نسبت به فرهنگ کشور میزبان چه دیدگاهی داریم؟ پذیراییمون در چه حدی هستش؟ پس دو تا سوال اصلی اینه: آیا ارزش این که حفظ بکنم سنت فرهنگی خودمو همچنان پابرجاست؟ و اینکه آیا فرهنگ جدید ارزش اینو داره که من بهش بپیوندم یا نه؟ خب بسته به این که به این سوال چجوری جواب بدیم، چهار تا گرایش مختلف وجود خواهد داشت. من تأکید میکنم دونستن اینها فقط به این دلیل که شما خودتون رو طبقه بندی بکنید. ببینید شما کجای قضیه این؟ خب قسمت اول که بهش میگن اسیمیلیشن، نمیدونم چجوری ترجمه بکنم، فرهنگ جامعه میزبان رو میپذیره، فرهنگ جامعه خودش رو رد میکنه. قسمت دوم فرهنگ جامعه میزبان رو میپذیره و دوست داره فرهنگ خودش هم نگه داره، بهش میگن اینتگریشن. قسمت سوم هر دو رو رد میکنه، نه با فرهنگ خودش سر سازگاری داره میپذیره، نه با فرهنگ جامعه جدید، بهش میگن مارجینالایزیشن، طرد شدن، نمیدونم. و قسمت چهارم فرهنگ جامعه خودش رو رد میکنه، فرهنگ مهاجر، فرهنگ جامعه پذیرنده رو، میزبان رو رد میکنه و فقط فرهنگ خودش رو دوست داره بپذیره، بهش میگن سپریشن. چون ترجیح میدین که تو طول بحث صحبت ازتون بشه. آره، هر کی سوال داره دست بالا کنه. اسیمیلیشن رو فکر میکردم که در واقع مثلا اون موزایک کمدی پاپ، ولی اینجوری در واقع تو اسیمیلیشن فرهنگ از جایی که اومدن کنار گذاشته، کنار گذاشته میشه. کانتکست منفی داره. بستگی به اینتگریشن من قاطی میکردم. آره، بستگی به ارزش‌های شما داره. برای یه نفر اینکه ارزش‌های جامعه خودش رو رها بکنه و ارزش‌های جامعه جدید رو بپذیره نامطلوبه، برای یه نفر اینطوری نیست. من فعلا در مقام ارزش داوری نیستم، من فعلا در مقام توصیفم. ولی تو اسیمیلیشن شما فرهنگ جامعه خودتون رو رد می‌کنین و فرهنگ جامعه جدید رو باهاش همزاد پنداری می‌کنین، می‌پذیرین به عنوان فرهنگ غالب خودتون. تو اینتگریشنه که شما هر دو تا رو دارین.
جانم؟ مثلا فرض بفرمایید اگه حالا جلوتر مثالی که اگه بخوام بزنم به این شکل خواهد بیدید الان تو این عکس قاعدتا اگه بخوایم طبق کلیشه ها رفتار بکنیم مهاجر قضیه کدوم سمتیه؟ سمت راستیه. سمت چپی قاعدتا یه کاناداییه، حالا ما چون کاناداییم داریم بگیم و خب دارن با همدیگه تعامل میکنن، یعنی باهاش با تعامل کردن با کانادایی مشکل نداره، اما در این حال با چه ظاهریه؟ با ظاهر فرهنگ خودشه، با دوتاش پذیرفته. خب دومی همون آدمه، ولی خب به نظر میاد که واسه سیمبولیک عکس دیگه، ظاهرش حداقل شبیه کانادایی ها کرده و در این حال داره با کانادایی ها تعامل میکنه. خب به نظر میاد که فرهنگ خودش کامل گذاشته کنار، فقط با فرهنگ کانادایی داره زندگی میکنه. خب با این حساب اولی اینتگریشنه، دومی اسیمیلیشنه. این فقط یه مثال. حالا شما میتونید از این مثال استفاده کنید برای اینکه خیلی عمیق‌تر بشید، نگاه بکنید ببینید ارزش‌های خودتون یا ارزش‌های افرادی که دور براتون هستن تا چه حد همچنان همون ارزش‌ها، همون سنت‌ها، همون قواعدی که باهاش زندگی می‌کردید، همون باورها، همون عواطف تداعی میشن با همون چیزی که قبلا بودی در ایران، یا اینکه نه کاملا از بین رفتن و چسبیدن یا خیلی شبیه به اون ارزش‌ها و باورهایی هستن که افرادی که اینجا هستن دارن، کانادایی‌ها. دقیقاً همینطوره. یعنی هیچ لزومی نداره که من یک بار تو یکی از اون خونه‌ها بمونم و تمام. بگم آقا من دیگه اصلاً اینطوری نیستش. من میتونم بین اون خونه‌ها حرکت بکنم. کاملاً همینطوره. خب اون تغییراتی که ما مجبوریم تا حدی انجام بدیم تو حوزه زبان اتفاق میفته، تو حوزه شناختی اتفاق میفته، تو حوزه شخصیت اتفاق میفته، تو حوزه همزادپنداری اتفاق میفته، توضیح میدم حالا، تو حوزه نگرش ها اتفاق میفته و تو توی زمینه ای هم یه پروسه رو مجبوریم طی کنیم، بهش میگیم استرس مربوط به فرهنگ پذیری. یعنی اینکه کدوم یکی از اون چهار تا رو انتخاب می‌کنیم، هر کدوم از اونها رو بخوایم انتخاب بکنیم یه استرسی خواهد داشت. کسی دستش بالا کرد؟ اوکی. گمان کنم برای ماها خیلیاش واضحه، مثلا برای ما زبانش خیلی واضحه، یا فرض بفرمایید نگرش‌ها. همین من مثالای خیلی اکستریم، مثالای خیلی رادیکال استفاده می‌کنم تا واضح باشه برامون. تو همون مثال گی بودن یا نبودن، خب اون مربوط به نگرشمونه که نگرشمون چجوری شده بعد مهاجرت، یا ارزشمون. یا فرض بفرمایید ما اگه قبلا میخواستیم راجع به یه قضیه فکر بکنیم، مثلا بریم یه کار اداری انجام بدیم، یه طور فکر میکردیم و یه طور رفتار میکردیم، اما الان ممکنه متفاوت فکر بکنیم یا رفتار بکنیم. این کاگنیتیو استایل الان نایس بودن اینجا خیلی مهمه، بنابراین ما نمیتونیم همونطور که اونجا فکر میکردیم و بر همون مبنا رفتار میکردیم اینجا هم همونطور فکر بکنیم و رفتار بکنیم. بنابراین دقیقا دقیقاً همینطوره. بله، من بازم تاکید میکنم تمام این مفاهیم فقط برای اینکه شما ببینید کجای قضیه این. من یادم قبل اینکه بیام اینجا یه نفر به هم تو تلگرام پیام داده بود که بعضیا میپرسن فارسیه یا نه. خب اون آدما تو لنگویجشون گیرن که میگم، منظورم ارزش داوری نیستا، یعنی اون بخش لنگویج اون اکالتریتیو استرس رو میبره بالا. حالا شما ببینید تو هر کدوم از اینا کجای قضیه. یه نکته خیلی مهمی که تو کل این قضیه وجود داره اینه که تا زمانی که یه چیزی که ما بهش میگیم نظارت به خود، این سلف مونیتورینگ اگر نباشه، ماها فقط منفعلیم در برابر محیط. یعنی ما نمیدونیم به عنوان افرادی که مهاجرت کردیم داریم چه پروسه‌ای رو طی می‌کنیم،
چه پروسه هایی رو ما تأثیر میذارن، من اگه چی رو زیرش رو زیاد کنم یا شعلش رو کم کنم چه تأثیری رو من خواهد داشت. فقط هستیم، از بالا به قضیه نگاه نمی کنیم متاسفانه. این مفاهیم فقط به این درد میخورن که شما ببینید تو هر کدوم از اینا کجای قضیه این. چرا گاهی اوقات فشار محیط مجبورمون میکنه که به بخشیش توجه کنیم، یعنی مجبوریم در مورد زبان مجبوریم، ولی در مورد جاهای دیگه ممکنه اون فشار رو اصلا احساس نکنیم چون محیط بهمون فشاری وارد نمیکنه. ولی این به این معنی نیست که تحت تاثیرش نیستیم. خب اون چیزی که آقای راد گفتن که پروسه داینامیک، دقیقا، یعنی ما ممکنه از یه بخش برم به یه بخش دیگه، نگرشام عوض بشه، ارزشام عوض بشه، بسته به این که کدوم قسمت مهاجرت باشم، تازه اومدم، 10 سال موندم، 15 سال، یا حالا هرچی. نکته دیگه که وجود داره، قبلن جامعه پذیرنده یه جامعه یک دست بود، هوموجنس بود، اما الان دیگه اینطوری نیست. الان کانادا چند فرهنگی ترین کشور دنیاست طبق آمارها. بنابراین شما یه جامعه ای دارید، اگرچه فرهنگ غالب همچنان فرهنگ سفید پوست مسیحیه، تعطیلاتشون نمیدونم و همه چیز بر این اساسه، اما شما تو جامعه کامیونیتی های مختلف میبینید، دیگه از اون حالت یک دستی در اومده. نکته دیگه که وجود داره، اوپا اینم یه جای من خراب کرده بودم، بنابراین فاصله فرهنگی همونطور که گفتم بیشتر و بیشتر میشه بین جامعه پذیرنده و بین اونایی که میان، و همین عدم یک دست بودن جامعه پذیرنده به ما این امکانو میده که در عین اینکه خودمون هستیم، تو کامیونیتی خودمون روابط خودمون رو تشکیل میدیم، میتونیم تا اونجایی که میتونیم فاصلمون هم با اون جامعه میزبان حفظ بکنیم. یعنی خیلی اوقات من احساس نمی کنم اگه توی تورنتو زندگی بکنم که اصلا لازمه زبان یاد بگیرم، برای اینکه جامعه ایرانی اینقدر بزرگ هست که محلی ایرانی هست، هر جا برم ایرانی میبینم. من افرادی دیدم که دوچار این مشکل هست، تو تورنتو زندگی میکنم و زبانش خیلی مشکل داره، میدونی که ایرانی زیاد. خب طبیعتاً مثالش ما اینجا ترک ها در آلمان، عرضم حضور شما، یا مکسیکی ها در آمریکا، نشون این گسل بین آمریکایی ها، اونایی که حالا اول مهاجرت کردن، این گسل بین آمریکایی ها و مهاجرا هی بیشتر و بیشتر میشه، فاصله فرهنگی. و در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته اینه که وقتی این گسل بیشتر میشه، اون تصوری که ما از خودمون به عنوان مهاجر داریم با تصوری که جامعه میزبان از ما به عنوان مهاجر داره یکسانی است. خب این عدم یکسانی دچار یه سری مشکلاتی میکنه داستانو. برای مثال الان هر کی دوست داره مثلا با من به اشتراک بذاره، چون پروسه های هویتیابی مختلفه، مثل تو همون اسیمیلیشن و اینتگریشن و اینا، بعد اونا کسی هست اینجا که دوست نداره، البته چون قضاوت از پسش قضاوت میاد معمولا آدم ها راحت نیستن بگن، یه نفر خیلی سخت پیدا میشه بگه آره من فرهنگ خودم رو دوست ندارم، میخوام فرهنگ کانادایی بگیرم، همه میگن یا آدم خود فروخته فلان و فلان، بنابراین پرسیدنش خیلی محلی از اعراب نداره. اما به هر حال این امکان وجود داره که برای من اینطوری باشه که من اومدم اینجا که هر چیز، الان دارم خدا رو میذارم تو نقش اون فرد، هر چیز خوزعبلیو که تو مملکتم داشتم بذارم کنار، این چیزایی که اینجا هست رو بگیرم. یعنی من آدمی هم که فرض بفرمایید میخوام اسیمیلیشن بکنم، اما بغل دستی من که اونم ایرانیه ممکنه اینطوری نباشه، اون ممکنه اومده باشه اینجا
با تفکر اینتگریشن بگه آقا من فرهنگ خودمو میخوام، فرهنگ اینجا هم بخششو میخوام. اون کانادایی هم ممکنه اینطوری فکر بکنه که خب اینا برای چی اومدن اینجا؟ اگه مملکت خودشون دوست داشتن، فرهنگ خودشون مشکل نداشت که اینجا نمی اومدن. خب پس اومده اینجا که با فرهنگ ما زندگی کنه. یعنی اون تو ذهنش چیه؟ تو ذهنش اسیمیلیشنه. در صورتی که بخشی از ما به اسیمیلیشن فکر میکنیم، بخشی از ما به اینتگریشن. خب حالا این همگرایی یا عدم همگرایی یه سری مشکلات ایجاد میکنه. فرض بفرمایید من فردا تو جامعه، تو یه جمع کانادایی، یه رفتاری از خودم بروز بدم که این رفتار حاکی از این باشه که من میخوام فرهنگ خودم رو حفظ بکنم. خب این رفتار با تصوری که یک کانادایی از من داره ناهمخانه. خب این ناهمخانی اون بعد یه جوری تبیینش بکنه دیگه. خب یکی از روش های تبیینش چیه؟ اینه که خب تو اگه دوست نداشتی برای چی اومدی اینجا؟ باش برگرد. خب یه اتفاقی که میفته تو روانشناسی مهاجران مشخصه که این یکی از اتفاقاتیه که بین جامعه میزبان و بین مهاجرها اتفاق میفته. این عدم یکسان بودن تصوری که نسبت به مهاجرت دارن. خب بذارید این سری از تحقیقات رو نگاه بکنیم، اینا خیلی جالبن. این که میگم آدم ها با پرسپشنشون زندگی میکنن اینجا جالبه. شما اینطوری بذارم اینجا خوبه؟ بالاتر اینجا خوبه؟ خب ببینید مهاجرای روسی و میزبانان اسرائیلی هر جفتشون اینتگریشن رو ترجیح میدن، اما کامیونیتی که ریسیو میکردن ترجیح قوی ترشون به اسیمیلیشن بود. این همون اسرائیلیا، جامعه میزبان، ترجیحشون بیشتر به اسیمیلیشن بوده. دوست داشتن حل شن، مهاجرها حل شن تو فرهنگ جامعه خودشون، در حالی که مهاجرها خودشون چی دوست داشتن؟ اینتگریشن بیشتر دوست داشتن. این همین قضیه تو آلمان اتفاق میفته. یعنی همواره، حالا که میگم همواره استثناءش هم میگم، همواره جامعه پذیرنده، جامعه میزبان، تصورش اینه که مهاجرا برای اسیمیلیشن اومدن، در صورتی که جامعه مهاجر تصورش اینه که من برای دست کم اینتگریشن اومدم. این تفاوت ادراکی بین این دوتا گروه باعث تعارض میشه. یه تعارضش اینه که خیلی اوقات اون رفتاری که یه کانادایی نشون میده به من به دلیل تعجب کردن از این که تو چرا نمیخوای اسیمیلیت بشی، از نظر منی که اومدم اینتگریت بکنم پیشداوری تصور میشه، در صورتی که از نظر اون رفتار فقط به این معنیه که خب مگه تو نمیخواستی اسیمیلیت بشی؟ پس امکانش الان هست، چرا نمیشی؟ یعنی مبتنی برای یه سوء تفاهمه. نه من از ادراک اون خبر دارم، نه اون از ادراک من خبر داره. جانم پیش‌داوری هم یه سوء تفاهم، یه سوء، دقیقا همینطوره. البته من بخوام درست‌تر بگم، در حقیقت این خود این که جامعه میزبان تصور میکنه مهاجرها بیشتر برای اینتگریشن میان، این هم مبتنی برای پیشداوریه. مثلا این پیشداوری منجر به تبعیض گاهی اوقات میشه، یعنی به این معنا که طرف میگه خیلی خوب اگه تو نمیخوای اسیمیلیت بشی، به این معناست که شاید فیت نیستی، مناسب نیستی مثلا برای محل کار من، چون به نظر میاد از نظر جامعه میزبان یه حد اقلی از اسیمیلیشن لازمه تا من تو رو به عنوان یه درون گروه بپذیرم، و تو اگه این میزانه از اسیمیلیشن یا حل شدن رو نداشته باشی و درون گروه من حساب نشی، بنابراین یه سری از امتیازها رو از دست خواهی داد. مثلا فرض بفرمایید که توی جاب اپلیکیشن ها اگه طرف یه اسم مهاجر ببینه تا یه اسم کانادایی، ممکنه متفاوت ارزیابی بشه، با وجود این که از نظر رزومه علمی دوتا یکسانن، یه تبعیض های اتفاق خواهد افتاد. دقیقا پیشتاوری در عرصه تو
زمینه نگرشه، تبعیض تو زمینه رفتاره، بروز رفتاریش. بذارید من یه مثال بزنم. فرض بفهم خوب برید تو نقشا، از اون ذهنیت لیبرال و اینا بیاین بیرون تا این انتها میکنی که تا حدی که میتونین. فرض بفهمین ما تو ایران زندگی میکنیم و ایران کشور فوق‌العاده پیشرفته است و همه میخوان به اونجا مهاجرت بکنن، از جمله افغانستانی ها که تو کشورشون جنگ و قحطی و قتل و غارته. و بعد میبینید آقا تعداد افغانستانی هایی که هی دارن به ایران مهاجرت میکنن هی زیاد و زیاد و زیاد و زیادتر میشن، و بعد اینها نه تنها فرهنگشون مثل فرهنگ ما نیست، بلکه میخوان فرهنگ خودشون هم داشته باشن. و من هر جا میرم یواش یواش میرم ای اکبر آقای محله دیگه اکبر آقا نیست، یا آقای افغانستانیه. و بعد خودم میبینم تو خونه یه فرزند یا یه فرزندی دارم که داره دنبال کار میگرده، و جا به جایی که مراجعه میکنم جاهای مختلف برای انجام دادن کارهای مختلف خودم، میبینم ای افغانستانی ها اونجا مشغول به کارن. خب طبیعتا اگه من ببینم آقا یواش یواش این ارزش هایی که من همیشه عادت داشتم وقتی میرم تو خیابون چپ و راست ارزش های فرهنگی نشانه های فرهنگی خودمو ببینم، ولی یواش یواش میبینم این نشانه های فرهنگی یواش یواش داره کاهش پیدا میکنه، یا اگر کاهش پیدا نمیکنه دست کم نشانه های فرهنگی یه فرهنگ دیگه داره هی میاد بالا، هی میاد بالا، هی بیشتر تو چشم میزنه. و من قاعدتا من چه احساسی میکنم؟ من احساس تهدید میکنم. من باید طبیعیه باید احساس تهدید کنم. به همین دلیلی که من تصور میکنم خب اگه قرار این افغانستانی بیان تو فربل بالاخره باید بخشی از فرهنگ ما رو بپذیرن، بالاخره این بالاخره باید بپذیرن، یعنی همین اسیمیلیشن. یعنی طبیعی اگه من و شما از دید یه آمریکایی به قضیه نگاه بکنیم، هر کشوری جامعه میزبان، شما میبینید دائم یه سری مهاجر دارن اضافه میشن، همه جا هستن، و بعد یه سری محدودیت های اقتصادی هم هست که این محدودیت های اقتصادی شامل فرزندانشون یا نزدیکانشون و فامیل اونها هم خواهد شد. و بعد تو جامعه میبینن که آبا بود ما خودمون که از اول اومدیم اینجا، حالا اگه فرست نیشن ها رو بذارید کنار، ما که از اول اومدیم اینجا خودمون رو زمین موندیم، بعد این نخست وزیرمون هی داره داده مهاجر رو نمیدونم اخلاق و انسانیه، اینا کیلو چنده آقا؟ چیز عجیبی نیست. و از ذره شما میتونید همدلی کنیم با همچین سیستمی؟ به نظر من قابل همدلیه، نمیگم درسته ها، قابل فهمه. دو تا استثنا وجود داره تو این نوع نگرش که جامعه های میزبان دوست دارن مهاجر رو اسیمیلیت بکنن، حلشن. خب کانادا و نیوزیلند تقاید نشون میدن که مردمانشون اینطوری نیستن. حالا خوش به حال ما. ببینید من تحقیقی نخوندم که به صورت تجربی اینو پاسخ داده باشه، بنابراین این چیزی که میگم فقط فرضیه است، فرضیه خودمه. من چون روانشناسی میخونم من وسواس داده دارم، اگه یه نفر یه حرفی بزنه که یه چی میگن ایمپلیکیشن تجربی داشته باشه، یعنی اگه حرف شما معنیش این باشه که در عالم واقعی اتفاقی باید بیفته، تا من اون دادش رو نبینم نمیتونم بپذیرم. بنابراین خودم هم اینطوری هم. این چیزی که من میگم بر اساس نظر شخصیه. خب یه چیزی که کانادایی ها کلن به نظر میاد بخشی از هویت کانادایی بودن شامل این میشه که آقا اصلا ماها جامعه مهمان نواز و مهاجرپذیر و همچین چیزی هستیم. اگه شما با کانادایی هم تعامل داشته باشین، هر موقع میخوان به آمریکایی‌ها گیر بدن، یکی از گیرشون به آمریکایی‌ها همینه، ماها نایسیم، مهاجرپذیریم، آمریکایی‌ها مثلا جرکن، اسهولن، فلانن، فلانن. چه در کانادا چه در آمریکا، اینکه کانادایی‌ها و نیوزلندی‌ها استثنا هستن، استثناشون در اینه که قائل به اسیمیلیشن نیستن برای مهاجرا. این یه مبحثه، یعنی اینکه نیوزلندی ها و کانادایی ها میگن آقا ما انتظار اسیمیلیشن نداریم، انتظار اینتگریشن داریم، یعنی فرهنگ خودشون هم داشته باشن، حالا برخلاف کشورهای دیگه. حالا تو تحقیقاتی که من اینجا مثالش آوردم آمریکا نیست، بنابراین من مستقیما راجع به آمریکا نمیتونم حرف بزنم. اما اون چیزی که راجع به بین ملتینگ پات و هویت
موزاییک پترن، نمونه موزاییکی میگم، جفت بین آمریکا و کانادا هیچ فرقی وجود نداره. به چه معنا؟ تفاوتی که بین این پذیرش اینتگریشن و موزاییک پترن وجود داره، این تفاوت اینه که تو آمریکا یا حالا کشورهایی که غیر از کانادا به طور کلی بگم، میزان تحمل جامعه میزبان نسبت به مهاجرها خیلی کمتره تا کانادا. یعنی در کانادا به این دلیل که به اسیمیلیشن قائلن، تحمل میکنن که یه کامیونیتی اون کنار وجود داشته باشه. این به این معنی نیست که خودشون با اون کامیونیتی در ارتباطن ها. به همین دلیلی که ما میگیم به الگوی تحقیقات نشون میده الگو موزاییکیه. چه در آمریکا چه در کانادا الگوها موزاییکیه، یعنی ارتباط بین کامیونیتی ها بسیار کمه. حالا گاهی اوقات این ارتباط های کم همراه با پذیرفتن اون جامعه اقلیت مثل کانادا، گاهی اوقات این ارتباط کم حتی همراه این پذیرش هم نیست. بابت همینه که شما یه سری مشکلات خیلی جدی مثلا توی آمریکا میبینید یا حالا تو استرالیا میبینید. یه نکته دیگه اینم اینجا حالا چون مناسبتش شد بگم، معمولا ما مهاجرا یا اونایی که گرایش های لیبرال دارن دوست داریم که بگیم آقا مهاجرت چیز خوبیه. شما نگو تحقیقات نشون میدن هر جا مهاجر هست اقتصاد وضعیتش بهتره، خلاقیت بهتره، نوآوری بهتره. خب واقعا هم همینطوره، تحقیقات رو نشون میدن. اما چیزی که لیبرال ها هیچ موقع به شما نمیگن اینه که هر جا مهاجرت زیاد باشه سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، سوشال کپیتال جایی که مهاجرت باشه کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی همین ارتباط بین کامیونیتی ها با همدیگه، چون تراست اعتماد بین این کامیونیتی ها به این راحتی برقرار نمیشه. و تحقیقات بازم نشون میدن که هر جا سرمایه اجتماعی کاهش پیدا بکنه اقتصاد دچار مشکل میشه و و و. حالا اینا با هم تعامل دارن ها، این قضیه این نیست که خیلی رابطه خیلی خطی باشه. من میخوام بگم چیزی که غالبا ما به عنوان مهاجرت دوست داریم راجبش حرف بزنیم، میگه مهاجرت خوبه چون تحقیقات نشون میدن که دایورسیتی، اینویشن، کریتیویتی، خلاقیت، نوآوری، اقتصاد خوب. و این مال دیدگاهیه که فقط قائل به اینه که، یعنی میخواد توجیه بکنه قضیه رو دیگه. بفهم سوالی که داشتم، حالا من چیزی به ذهنم اومد که خب در مقایسه کانادا و آمریکا بعضی وقتا ممکنه که بکنیم که مشاورتی که تورنتو به لس آنجلس داره خیلی بیشتر باشه از مهاجرت مثلا مشاورتی که مثلا تورنتو با سادبری داره. بله. به خاطر همین هر قسمتی از این کشورها شهرهای مختلف دارن، لایه‌های مختلف دارن. بعد وقتی یه پیپر میاد همچین نتیجه‌ای میگیره که مثلا آمریکا با کانادا این روش نمونه برداری و روش نتیجه گیریشون رو دقیقاً چجوری انجام میدن؟ اگر کارشون خوب انجام داده باشن، نمونه گیریشون باید نمونه گیری باشه که بهش میگن ریپرزنتیتیو، چی میشه ترجمهش؟ معرف جامعه باشه. یعنی اگر شما قرار باشه نتیجتون رو تأمین بدید به کل جامعه، نمونتون باید نمونه باشه که این امکان رو داشته باشه. من فکر میکنم که حتی با نمونه گیری هم نمیشه همچین نتیجه گرفت. مثلا شما فکر کنید که مثلا این فاکتوری که مثلا یکی از این فاکتورها مثلا توی روزهای تو نورث کارولینا عدد 2 بدید، بعد مثلا توی نیویورک بهش مثلا عدد 9 بدید، بعد این دوتا نمونه برداری دقیق بشه، میانگین هم گرفته بشه از میانگینش بشه 5.5. این میانگین 5.5 توضیح دهنده این 9 و 2 نیست. 100% گفته شده اینجا 2 اینجا 9. به خاطر همین اگر فقط به میانگین نگاه بکنید حق با شماست، اما به واریانس هم نگاه میکنید. یعنی در حقیقت شما معیارهایی که برای بررسی دارید فقط میانگین نیست. درست. معیارهای دیگه آماری هم هستن که حتی به این نگاه میکنید که آقا وزن نمونگیری که من انجام دادم تو هر حوزه نمونگیری آیا همسان با حوزه نمونگیری دیگه هست یا نه. بنابراین اگه مثلا میگم قرار باشه که من ایکس تا مرد داشته باشم و ایگرک تا زن، ولی
به هر دلیلی به دلیل مشکل در نمونه گیری این اتفاق نیفتاده، با وزن دادن به مردها که مثلا نمونهشون کمتر بوده اینو تصحیحش میکنن، یا به همین دلیلی که گفتید، به دلیل تفاوت، به دلیل ضعفی که در میانگین هست، که اگه شما میانگین بگیرید میانگین 1.9 هم میشه 5، میانگین 5.5 هم میشه 5. اگه به من یه 5 بدید، دو تا 5 بدید، من نمیتونم این دو تا تفکیک رو بفهمم. ولی اگه واریانس به من بدین، این تفکیک رو متوجه میشن. شاخصهای آماری که در نظر میگیرن، شاخصهای آماریه که این امکانو داره که این تفکیک ها رو انجام بده. اما اگه بخوام با شما همدلی بکنم، اینطوری همدلی میکنم که این امکان وجود داره که فرایندای اجتماعی یا روانشناختی که تو بسترهای مختلف هستن با همدیگه متفاوت باشن. این حرف درستیه. من حالا چیزی که نکته‌ای که به ذهنم میرسه، من اصلا هیچ تحصیلاتی در این زمینه ندارم، به خاطر همین سوالی که میکنم ممکنه یکم نایب برسه. ما تعریفی که از در واقع ریسیزم میکنیم میگه با یه براد براشی همه چی رو جنرالایز بکنیم. حالا این تحقیقات چه اصراری دارن که مثلا آمریکا رو با یه عدد یا یه فاکتور یا کانادا رو چیز کنن؟ میدونی چه میگم؟ چرا اون اینترکسی ها و اون چیزهای ریز و نادیده میگیرن؟ مثلا اشکال نداره تو ریزارتشون مثلا 10 تا پوینت داشته باشه، این قسمت آمریکا اینجور، این طبقه اینجور، اصلا همینطوره. شاید یه دلیل، شاید مثلا پالیسی میکینگ باشه، نمیدونم، مثلا نمیدونم. همین کارو میکنن، همین پیشنهادی که شما دادین من جلوتر نشون میدم، دقیقا همین کار میکنم. حالا من در مورد کاناداشو نشون میدم، نه به صورت مقایسه ای، ولی نشون میدم که همون چیزهای ظریفی که گفتید و به تفکیک در میارن. یعنی اینطور نیست که به قول شما با یه عدد مثلا میگه خب تموم شد رفت به کارش، حق با شماست. به نظر میاد اون چیز، اون واقعیت اجتماعی که اون بیرون وجود داره خیلی پیچیده‌تر از یه عدده، کاملا حق با شماست. پس تا اینجا اومدیم که هست سوسایتی، جامعه میزبان، به اسیمیلیشن علاقه داره و ماها بیشتر به اینتگریشن. حالا بقیر. خب حالا این دقیقاً حالا سوالی که شما مطرح کردیدم جانم؟ کانادا و نیوزلند. یعنی از نظر اونا برای اصرار به اسیمیلیشن نداره. خب الان من برای اینکه الان یه دونه واضح تره، شاید اون چیزی که شما گفتین خیلی این چیزای ظریف رو نشون بدن. اینجا مثلا شما نگاه بکنید، ببینید یه سری شاخصهایی در آورده، دکارت به یه عدد بسنده نکرده. یعنی اومده گفته آقا یه سری فاکتورهای مهمی وجود دارن و اون فاکتورها باید رعایت بشن تا مهاجرا بتونن پروسه اکالچوریشن یا فرهنگ پذیری رو به هر نحوی که میخوان راحت طی بکنن، و میزان استرس و استرسی که تحمل میکنن، فشار روانی که تحمل میکنن توی این پروسه فرهنگ پذیری تا میزان خوبی کاهش پیدا بکنه. خب حالا مثلا یکیش لیبر مارکت موبیلیتیه، یعنی تا چه حد مهاجر میتونه توی این بازار کار حرکت بکنه بالا پایین. آیا برای من همون اندازه راحته که تو این مارکت بالا پایین برم که یه کانادایی، یا نه؟ یا فرض بفهمید یه شاخص دیگه، قوانینی که مربوط به قوانین ضد تبعیض هستن چجوری هن؟ یا فرض بفرمایید ایژوکیشن، آموزش چجوریه، یا مشارکت سیاسی چجوریه. یعنی این یه چیزی گمان کنم تا حدی بتونه اون دغدغه شما رو تا حدی رفع بکنه، که شاخصهای خیلی زیادی وجود دارن که در نهایت اگر قرار عددی داده بشه، دست کم این عدد باید پشتش یه سری چیزای پیچیده تری وجود داشته باشه. خب در حال حاضر کانادا در مقایسه با گذشته سه مرتبه کاهش اومده پایین تر. یعنی قبلا بین کشورها، بین 38 تا کشور پیشرفته دنیا که مهاجر میپذیرفتن سوم بود، الان ششمه، یعنی وضعش بدتر شده. طبیعتاً شاید یه مثالش یا یه نشانش همین طول کشیدن مثلا فرض بفرمایید پرونده ایرانی ها برای گرفتن فرض بفرمایید پرمننت رزیدنشن، اقامت دائمشون مثلا. یعنی به نظر میاد یه سری اتفاقاتی تو سیاست گذاری ها داره میفته که کانادا تو جهت خوبی پیش نمیره.
حالا من دیگه از این متن صرف نظر میکنم، ولی مثلا اگه اینجا رو نگاه بکنید تو قسمت مربوط به قوانین ضد تبعیض نژادی فوق‌العاده عمل میکنه کانادا، اما وقتی مثلا فرض بفرمایید قسمت به مشارکت سیاسی میرسه خیلی خوب نیستش، ولی در کل خیلی خوبه، در کل خوبه. بیشتر تو قسمت‌های بیرونیه این چند ضلعی کانادا وجود داره، هر چقدر میریم تو شاخص‌ها خیلی کمتر میشه. وقتی که تبعیض نژادی باشه مردم بیشتر تو مشارکت میکنن، وقتی تبعیض نژادی باشه بیشتر مردم بیشتر اینجا چون تبعیض نژادی کمتره عملا آدم ها مشارکت نمیکنن. نظریه ایه، وسواس داده است دیگه، من تا تحقیق نکنم نمیتونم بگم آره یا نه، ولی خب میک سنس میکنه، با کامن سنس، با عقل سلیم میخونه، اگرچه خیلی از چیزهایی که با عقل سلیم میخونه تو روانشناسی تحقیق میکنیم میگه نه اینطوری نیستش. خب از این تصورات مختلفی که ما نسبت به کانادایی ها و کانادایی ها نسبت به ما به عنوان مهاجر دارن بگذاریم. خب اون پیشداوری ها، تبعیض ها، اون ناراحتی هایی که ما ممکنه به عنوان جامعه ایرانی یا اقلیت توی کانادا تجربهش بکنیم و از سر بگذرونیم، یه سری دلایل خاصی دارن. خب من میخوام یه چند تا نظریه بگم که این نظریه ها بازم به درد این میخورن که در عمل اجراشون بکنید. این که خب یه نظریه هست به نام، میگن نظریه که کبوتر، چه نمیگن کبوتر با کبوتر باز با باز، تحقیقات روانشناسی اینو تایید میکنن. یعنی من از آدمایی که شبیه خودم باشن بیشتر خوشم میاد، سیمیلاریتی، تشابه، محبت میاد. خب طبیعتا من حتی شخص من، حالا تجربه آدم با هم فرق میکنه، من وقتی یه نفر میبینم عربی حرف میزنه یا میرم توی رستوران عربی احساس میکنم یه به وطن یه خورده نزدیکترم تا زمانی که وارد یه رستوران کانادایی میشم. حالا ممکنه من آدمی باشم که اهل اینتگریشن باشم، اما این سیستم منو ممکنه نشون، لازم نیست همه اینطوری باشن، ولی حالا شاید بشه ریلیت کرد، یعنی باشه ارتباط برقرار کرد با این همچین مثالی. همون نظریه هویت اجتماعی اونجا خیلی از اختلافات بین گروهی رو توضیح میده. اینکه من دوست دارم همگروهی های خودم بیشتر دوست دارم و اگر هم قرار باشه یه ریسورسی و یه جایزه ای هر چیزی رو به توزیع بکنم، بلخص اگه محدودم باشه، ترجیح همینه که بدم به همگروهی خودم. خب این همین دوتا رو من حالا دیگه از اون مثال ما و کانادایی ها میام بیرون، میخوام بگم که این ما و آنها فقط بین ما و کانادایی ها نیست، بین خودمونم هست. خب شما الان ببینید چند تا کامیونیتی ایرانی داریم اینجا، من تا اونجایی که من شمردم، ما کامیونیتی بهایی ها رو داریم، کامیونیتی آدم های مذهبی رو داریم، یه سری کامیونیتی هم داریم که حالا من نمیدونم اسمش چی بذارم، مثلا کامیونیتی آدم هایی بگم مذهبی به معنای مثلا بی خدا نیستن، ولی به این معنی که تو جشناشون بزن به رقصم دارن، نمیدونم الکلم جا بگن سکولار، احسن سکولار. خب سه تا کامیونیتی دست کم وجود داره. خب چرا اینطوریه؟ خب برای اینکه اونایی که مشابه همن دور هم جمع میشن، چیز عجیبی نیست. و بعد اونایی که مشابه همن وقتی دور هم جمع میشن چی درست میکنن؟ یه ما درست میکنن. بنابراین سه تا ما دست کم وجود داره که همون روابط بین گروهی که ما بهتریم اونا بدترن، بین این سه تا وجود داره. ببین اختلاف هست بین محققای روانشناسی اجتماعی. خیلی اوقات بعضی از محققا معتقدن که ما یه چیز داریم به نام ما خودمونو بیشتر دوست داریم، این یه چیزه. اینکه برون گروه رو دوست نداشته باشیم یه چیز دیگه است. بعضی معتقد به همین که شما میگین، یعنی میگن اگه ما خوبیم اونا بدن. بعضی میگن نه،
اینایی که میگن ما خوبیم اصراری ندارم میگن اونا بدن، اینا میگن ما بهتریم، شما واس خودت باش هستی کم و بیش هم خوبی حالا، ولی خب ما بهتریم در این حد، ولی خب کیس به کیس ممکنه فرق بکنه. و خب طبیعتاً وقتی که شما هویت اجتماعی به اون معنا دارید یه سری کانوی، یه سری تعارضاتی پیش میاد و اون تعارضات گاهی اوقات سر یه سری منابع واقعی هن، منابع فیزیکی هن، مثل پول، مثل آب، مثل کار. گاهی اوقات اون منابع، منابع سیمبولیک هن، نمادین هن، مثل اون مثالی که من در مورد خودمون افغانستانی ها زدم. البته من هیچی علیه از افغانستانی ها ندارم، اما من اینو میگم تو کانتکست ایران معنی پیدا میکنم چی مثالی، وگرنه که ما قربونش برم خیلی خوب بودیم با عزیزان افغانستانی. تو اون مثالی که زدم وقتی میدیم آقا فرهنگ ما یواش یواش داره عقب نشینی میکنه به یه معنا و یه فرهنگ دیگه داره میاد بالا، اون سیمبولیک تهدید نمادینه دیگه، بحث سر آب و غذا و کار و پول نیست، اون تهدید تهدید فیزیکی نیست، تهدید تهدید نمادین، احساس میکنیم ارزشامون داره از دست میره. من بازم یه همدلی با دوستان کانزرواتیومون بکنم، محافظه‌کارا یا راستی ها، که من گاهی اوقات من خیال میکنم که ماها که تو بیشتر جمع دانشگاهی هستیم یا بالا بعد دست کم بخشی از مهاجرا یه خیلی دیدگاه های پیشرو و لیبرال داریم، خیلی گیر کردیم تو دنیای خودمون. نه فرض بفرمایید که علاوه بر اون مثال افغانستانی که گفتن که شما یواش هر روز میبینید داره از دست میره دیگه، هی تعداد مهاجرا زیادتر و زیادتر، ارزش‌های شما هی عقب نشینی میکنن، اون آدما نشست خودشونو دارن، یه روز دارن تو مملکت شما به نام خودشون، تعطیلات خودشونو دارن، یعنی بعد ما میگه خب بابا بیاید بریم به کارمون دیگه، جمع کنیم ما بریم دیگه. این چیز عجیب غریبی نیست. اون وقتی واکنش میبینید از یه آدمی که اگه بخوام کلیشه یه حرف بزنم، یه آدمی که اهل جنوب آمریکاست یا اهل ادمونتون کاناداست از من و شما بعدش میاد، او قابل فهمه، اون طرف باید فهمید بنده خدا از هوا آدم بدی نیست، پروسه روانشناسیش اینطوریه. هنوز که هنوزه فرست نیشن های کانادا بیمه هاشون افتضاحه، درصد مرگ و میرشون به دلیل بیماری هایی که بیمه کاور نمی کنه و کلی تبعیض دیگه. ده هنوز خانوما همه میدونیم حقوقشون با آقایون متفاوته، یا خانوما میزان پستای رده بالایی که اشغال کردن در مقایسه با آقایون فوق العاده کم. این پروسه اکویتی، برابری، یکسانی، اصلا با اینکه خب حالا آمریکا بله دیگه رئیس جمهور سیاه‌پوست داریم دیگه چی میگی دیگه، مشکل ریسیزم تموم شد دیگه. این حواسمون باید باشه که آمارا خیلی چیزای متفاوتی نسبت به اون چیزی که میبینیم میگن. اما به هر تقدیر انگلیسی ها خوب مملکت میگردن. بله ما ادعاات کنیم. بله عرضم حضور شما که خب حالا سریع اگه بگذرم، دو روش وجود داره که این مشکلاتی که بین ما و اونها وجود داره از بین بره. حالا بین ما اونها میتونه ما با کانادایی ها، ما با آمریکایی ها باشه، یا بین ما و چه میدونم بهایی ها، ما و مذهبی ها، سکولار ها و هر ما و اونهایی، فرقی نمیکنه. یکی این که باهاشون رفت آمد کنی، خیلی ساده است، هم تحت شرایط یکسان، تحت شرایط یکسان باهاشون رفت آمد بکنی. ما چون تو حباب‌های خودمون زندگی می‌کنیم، تا زمانی که ارتباط برقرار نکردیم با اونور خیال می‌کنیم که یه دیو سه سر اونجا خوابیده، بعد که باهاش ارتباط برقرار می‌کنیم میگیم آو تو قضیه رو اینطوری، تو به این دلیل قائلی که مثلا فلان چیز که اینطوری می‌بینی قضیه رو، من نمی‌دونستم. ارتباط نزدیک به ما پرسپکتیو تیکینگ میده، یعنی میتونیم دنیا رو از دیدگاه اون ببینیم. دو، تأکید رو میذاره روی مشترکات. یعنی چی؟
یعنی اون دومی، یعنی ما معمولا بین خودمون و دیگری هی تقسیم بندی میکنیم دیگه، من دین دارم تو بیدینی، من سکولارم تو فلان، من ایرانیم تو افغانستانی، من اینجاییم تو اونجایی. این کاتگوری‌ها رو ما هی داریم دیگه و این کاتگوری‌ها ما و اونها تولید میکنن. اما وقتی با این نفر از نزدیک ارتباط برقرار میکنی، یک کاتگوری جدید، یه طبقه جدید ایجاد میشه که جفتتون تو اون طبقه هستین و اون طبقه مشترکه که شما دوتا رو تعریف میکنه. دیدین ما هر موقع میخوایم بگیم که بگیم آشتی کنیم، میخوایم بگیم آقا دیگه انسانیت دیگه. این یعنی داریم چیکار میکنیم؟ داریم اون کاتگورایزیشن رو عوض میکنیم، داریم ری کاتگورایز میکنیم، داریم میگه ول کن این که شما دین داری یا نداری، این که شما مسلمان هستی یا نیستی، کانادایی هستی یا ایرانی، اینا مهمه. یه کاتگوری دیگه هست به نام انسان بودن، ما تو اون کاتگوری مشترکی دیندارم هستم. جو کیا؟ من رفتم آقا هستن. من رفتم هستن. آقای رامون ندادن چه کار کنیم؟ تو تد یه سخنرانی میدیدم. ببینید شرایطی که تو ذهنتون دارین، ببینید از این شرایطی که من میگم اکستریم تره یا نه. اسمش رو فراموش کردم، میتونم شیر بکنم حالا با دوستان بعدن. یا آقای سیاه پوستی با رهبر کوکلوس کلان های بخش، اگر اشتباه نکنم، جنوب غربی آمریکا دوست شد توی پروسه بلند مدت ها. یه سیاه پوستی با رهبر کوکلوس کلان های یه منطقه بزرگی از آمریکا. این کوکلوس کلان ها آدم هایی که معتقدن سیاه ها پستر از سفید پوستان، تو دوره که بردهداری بود اینا بردهداری میکردن. بله میکشتنشون، به عنوان برده میگرفتنشون، مثل دقیقا اینطوریه، مثل سگ که الان نژاد میگیرن، میگن آقا اگه این نژاد با این نژاد آمیزش بکنه خوب در میاد نتیجه. با سیاه پوستا اون کارو میکردن تو دوره بردهداری، یعنی مثلا گفتن این آدم قویه، اون سیاه پوست هم خود، اینا رو با هم دیگه ترکیب کنید چیز خوب، این کارو میکردن با سیاه پوست، از اون سنخ آدم ها. در نهایت خیلی ممنون. در نهایت اتفاقی گفتن که اون رئیس کوکلوس کلان ها عضویتش کوکلوس کلان ها خارج شد به خاطر این، به چیزی که ما بهش میگیم اینترگروپ ریلیشن، تعامل بین گروهی. دقیق بکنید، یه سیاه پوستی که با رئیس کوکلوس کلان ها، خیلی چیز عجیبیه. این سخنرانیشو تو تد گوش کنید، گوگل کنید، میاد دیگه. از اون اکستریم تر هست، قطعا هست از اون اکستریم تر، من نمیگم نیست، ولی خب به هر حال خیلی هم آقایی نمیشه مثلا جناب کریسمس هایی که مثلا میگم که دعوت میکنم کریسمس رو قبول ندارم، چجوری میتونم مثلا جاری شما باید ری کاتگورایز بکنی، یعنی شما باید یه طبقه، یه جایی پیدا بکنی که باهاش مشترکی. ببین تو آمریکا یه نوع تروریسمی داریم که افرادی که معتقدن سقط جنین درست نیست، این کارهای تروریستی رو انجام میدن، حالا بخشیشون. خب شما این پرسپکتیو تیکینگ، اگه شما از دیدگاه طرف مقابل، نه از دیدگاه تروریست ها، از دیدگاه اونایی که میرن جلوی پلند پرنتود، اون جاهایی که سقط جنین انجام میدن، علامت میگیرن دستشون، فک و فحش و فضیحت میدن. خب از نظر اونا اون پلند پرنتود داره چی کار میکنه؟ بچه کشی میکنه. بچه کشی. الان اگه از من و شما بپرسن که آقا بچه کشی شما باش مخالف یا موافق، فرض کن بچه یکی دو ساله، شما میگم من مخالفم، حاضری تظاهرات هم بکنی، فوش چی و چی هم مثلا به اونی که موافق بچه کشیه میدی. آقا از نظر اون آدمی که مخالف سقط جنینه، سقط جنین یعنی بچه کشی. اگه از نظر من یه نفر به سقط مخالف سقط جنین باشه اون کارو نکنه، عجیبه. من وقتی چند نفر رو ببینم جلوی پلند پرنتود وایستادن، دارن فک و فحش و فضیحت میدن به اونایی که اون تو هن،
ما قابل فهمه. وقتی رفتی تو لازم است راجع به خود اون قضیه به توافق برسید، راجبه باید یه گام بیایید بالاتر، یه طبقه دیگه، یه کتگوری دیگه پیدا بکنید که اونجا باهاش مشترکید. ببین مثال خوبش تو زندونا هست، زندانیان و زندانبانا بعد موقع تو تیم فوتبال هست، تو یه تیم فوتبال و خیلی با هم خوب می جنگن و وقتی بازی تموم میشه واقعا با عشق با هم دیگه حرف می زنن. اون لحظه که بازی تموم میشه و بردن نوشابه برای هم بازی کنن و بعد یه ساعت بعدش دوباره، حالا به لحاظ سیاسی ممکنه سر به تن هم نخوام باشه، ولی اون رابطه دیگه، اون رابطه منجر به این نمیشه که این اونو بکشه، این قائل به این باشه که تو پستر از منی یا اون به این یکی قائل باشه که تو، این هم چیزی نخواهد بود. حالا اینکه میگن زندان، اینکه گفتم تحت شرایط مساوی، اینکه اونجا کوآپریشن هم همکاری هم هست، یعنی هدف مشترکی هست، همه باید با هم همکاری کنن توی شرایط مساوی، هیچ کس دیگه یه نفر بالا نیست یه نفر پایین، تو زمین فوتبال همه مثل همن، باید پاسکاری کنن برای یه هدف مشترک برنده. اگه توی این شرایط باشه این اتفاق میفته. مثلا اون شیروخصی که گفتیم دیگه، یعنی هیچ چیز مشترکی ندارن ولی ایجاد میشه. بله. بعد اون تجربه‌ای که تو اون بازی میکنن، اون تجربه عاطفی وجودی هر اسمی میخواید روش بذارید، اون تجربه فراتر از اون اختلافیه که با هم دارن. من نمیدونم شما این تجربه رو داشتید یا نه. شما قاعدتاً باید شاید بتونین که یه نفر رو تو ذهنتون مجسم بکنید که خیلی باهاش اختلاف دارین ها به لحاظ فکری، ولی به دلیل این که باهاش رابطه عاطفی توی بازی زمانی خاص داشتید، توی شرایط خاص داشتید، اون رابطه عاطفی میچربه به اون اختلاف جدی و بنیادی که با هم دارین. ممکنه همچین مثالی بتونید تو ذهنتون پیدا بکنید. من یادم میاد تو خدمت بودم، برای فلاحی یه خونهشون بودیم تعریف میکردم، یه دوستی داشتم به شدت مذهبی بود و ما تو خدمت بودیم، یعنی اونجا دیگه برابر بودیم بین من، جفتمون حیوان بودیم تو خدمت، مثل حیوان با ما رفتار میکردن. دقیقا اون رابطه‌ای که اونجا شکل گرفت انقدر عمیقه که هیچ اختلاف سیاسی نمیتونه من و اون دوستمون از هم دیگه جدا بکنه. و جالب اینجاست که من هرچی به این فکر میکنم که آقا چه اتفاقی تو اون پروسه افتاد که تو بسترهای دیگه خیلی سخت اون اتفاق میتونه بیفته، یه پاسخش اینه که ما با هم مساوی بودیم، تحت یه فشار بودیم، یه فشار خیلی جدی. تو ارتش هم همین اتفاق میفته، اینکه دیدید تو ارتش سیاه و سفید و زن و مرد همه به شدت هوای همدیگه رو دارن، هر شرایطی که از هر بک‌گراندی که میخوان اومده باشن، بابت اینی که مساویان اونجا هدف مشترک دارن، تحت فشارن، اونجاها یه روابطی شکل میگیره که دیگه هیچ اینا رو جدا نمیکنه از هم دیگه. حالا من هنوز که هنوز با اون رفیقم، سر به تن عقاید سیاسیش نمیخوام باشه ها، هر موقع هم دیگه هم میبریم اون به من فحش میده، من به عقاید سیاسی اون فحش میدم، اما در نهایت اون چیزی که اون ته ته هست میچربه به اون اختلافه. این کانتکت، این کانتکت این چیزو به وجود میاره. ما تا کانتکت نکنیم امکان همچین چیزی رو نمیدیم، تا زمانی که دوریم امکانش نیست دیگه. خب حالا گفتم چند چیز عملی، حالا اونا هم عملیاتی هن، همون چیزایی که گفتم، به شرط این که ببینیم خودمون تو کدومی که از اون کتگوری ها هستیم. اگه تلاش بکنید بله، بله اگه تلاش بکنید بله، بله. خب حالا توی سلامت روانی و مهاجرها چه چیزایی تأثیر دارن؟ من مجموعه ای از تحقیقات رو نگاه میکردم، یه سری چیزها رو فهرست کردم، اینا میتونه کمک کننده باشه علاوه بر چیزایی که تا حالا گفتم. چیزایی که تا حالا گفتم میتونید خودنگری بکنید، ببینید بعد زمانی که اومدید باورهاتون کجاست، رفتارهاتون کجاست، چه تغییراتی کردید، چه انتظاراتی دارید، با شما چه رفتارهایی کردن، شما اون رفتارها رو در سایه چه انتظاراتی فهمیدید، و وقتی همچین اطلاعاتی اضافه شده آیا اون رفتارها معنی دیگه‌ای داشتن یا نداشتن، اون بازنگریش شامل همه اینا میشه.
اما حالا چیزهای دیگه هم که شاید سرراست‌تر باشن اینه که یه تحقیقاتی از خود CIC میدیدم که این عوامل روی سلامت روانی مهاجرها تاثیر، جنسیت، خانوما معمولا در معرض خطر بیشتری قرار دارن، خانمای مهاجر، عوارض افسردگی، نشانه های افسردگی یا استراب تو خانما بیشتر بروز و ظهور میکنه، خانمای مهاجر. در مورد آقایون ممکنه به صورت دیگه بروز بکنه، اما خانوما دست کمش اینه که بیشتر شناخته میشن به عنوان افرادی که به دلیل مهاجرت دچار مشکلات سلامت روانی میشن. اینکه به چه دلیل مهاجرت کردن، ما دائم صحبت کردیم که حالا مهاجر، مهاجرت، حالا مهاجرای مختلف داریم، بعضیا اسایلم سیکرن به دلایل هرچی سیاسی اومدن، مجبور بودن بیان، جنگ بوده، مثل سوریه دوست نداشتن بیان، جنگ شده اومدن. این فرق میکنه با کسی که اپلای کرده و پذیرش گرفته اومده. این علت مهاجرت چیه؟ افرادی که رفیوجیان یا اسایلم سیکرن، اونها اسایلم سیکر ترجمهش چی میشه؟ پناهجوهای سیاسی یا جنگ زده ها، اونا از خودشون عوارض نامطلوبی نشون میدن تو زمینه بهداشت روان. پس به خودتون، بغل دستیتون ببینید که برای چی اومده. من خیلی از بعضی از ایرانی دیدم که مثلا به دلیل سیاسی اومدن، تو ایران زندان بوده، شکنجه شده، بعد اومده. این آدم وضعش با من فرق میکنه. این که از کجا اومده، آیا از خاورمیانه اومده، اروپا اومده، آمریکای جنوبی اومده، این مهمه که از کجا اومده. اون مهاجرایی که از آمریکای جنوبی میان و از آسیا میان بیشتر در معرض بیماری‌های روانشناختی هستن، یعنی اضطراب و استرس بیشتری رو برای فرهنگ پذیری طی میکنن، بنابراین باید حواسمون به اونا بیشتر باشه. درآمد، حالا من این کام اون گوشم زدم روش خط کشیدم ولی اونجا نوشتم، حالا میگم چرا. اونایی که درآمدشون از یک چهارم طیف درآمد تو یک چهارم پایینن، چارک اولن، اونایی که تو چارک اولن با مشکلات سلامت روانی بیشتر درگیرن. اون علامتی که اونجا رو این کام زدم به این دلیل که اگر شما اونو داشته باشید دیگه اینکام مهم نیست، دیگه درآمد مهم نیست. برخلاف تصور که میگن پول خوشبختی میاره، خب نه، تحقیقات نشون میدن نمیاره. پول تا زمانی خوشبختی میاره که شما قادر به رفع نیازهای اولیتون باشه، این دغدغه نیازهای اولیتون رو نداشته باشید. اگه پول از این مقدار کمتر داشت، در این حد پول نداشته باشین، آره بی پولی بدبختی میاره، 10 سنت. اما درآمد بالا افزایش خوشبختی نمیاره، به خاطر همین روش خط کشیدم. و اینکه تصورشون راجع به اینکه میاد جا افتادی، این ستلمنت ترجمهش جا افتادنی، اینکه تصورشون اینه که جا افتادنشون چه فرایندی رو طی کرده، راحت جا افتادن یا هنوز دارن جا میفتن. تو گروه های تلگرامی دیدین آقا بیمه چیه، کار کجا، نمیدونم فلان چی، دائم ما خواهان اطلاعاتیم. همه اینا مربوط به چی میشه؟ مربوط به ستلمنت میشه. به همین دلیلی که فعالیت هایی که این ستلمنت رو تسهیلش میکنن، جا افتادن رو راحت ترش میکنن، که مربوط به کف نیازهای ما میشن، چون اینا اون چیزهایی که ما قاعدتا به صورت بیسیک بهش نیاز داریم، این فعالیت ها اولویت دارن در مقایسه با فعالیت هایی که مثل این، به نوعی، اگرچه از نظر من این جزء همون چیزای دست اول، ولی خب شکلش یه خورده شکل چی میگن روشن فکریه، وگرنه اگه بهش نگاه بکنید آدما میتونن تشخیص بدن که او من اینجام، اونجام، بعد این کارو بکنم، سراغ فلان چیز بعد. اما به هر تقدیر این جا افتادنه خیلی مهم. اگه نفر احساس کنه من اینجا کسی نیست به من اطلاعات بده، بچه‌م کدوم مدرسه بعد بره، بیمه رو بعد چی کار بکنم، خونه بعد چه جوری بگیرم، چون کل پروسه متفاوته، هر چقدر پیدا کردن این اطلاعات سخت‌تر باشه، سلامت روانی بیشتر در خطر. نکته دیگه راجع به این مثبت اندیشی، اپتیمیزم،
متغیرهای فردی. اونایی که مثبت اندیشن سلامت روانی بهتری دارن. بنابراین اگه مثبت اندیش نیستین یا هستین، این امکان حواستون باشه که نتیجهش اینطوریه. نکته دیگه‌ای که وجود داره مربوط میشه به سوشال ساپورت، حمایت‌های اجتماعی. اینا دیگه همه ما تجربه کردیم، اینکه هر کدوم از ما توی کامیونیتی خاصی میریم، روابط تشکیل میدیم و اون روابط به ما حمایت اجتماعی میدن. هر چقدر حمایت‌های اجتماعی بیشتر و مستحکم‌تر باشن، سلامت روانی مهاجر بهتره. حمایت اجتماعی لزوما به این معنی نیست که با تعداد آدمای بیشتری آشنا باشیم. حمایت اجتماعی به این معنیه که اگه من با آقای فلاحی رابطه دارم، مهم خطی که منو با آقای فلاحی وصل می‌کنه این چقدر عمیقه. آیا صرفاً آشناییه؟ من 20 تا از این آشنایی داشته باشم، ولی این آشنایی طوری نباشه که اگه یه جا موندم بتونم زنگ بزنم، این سوشال ساپورت نیستش دیگه. سوشال ساپورت اینه که شما تا چقدر میتونید تکیه کنید به اون افرادی که دور براتون هستن. این فاکتور مهمیه، لزوما به تعداد، به کمیتش بستگی نداره. نکته دیگه مربوط میشه به سینگلا. اونایی که سینگلن بیشتر در معرض مشکلات بهداشت روانی هن، حواسشون باش. البته این به این معنی نیست که برن ازدواج کنن و چون در حقیقت باید دید که اون چیزی که سینگلا رو آسیب پذیرتر میکنه چیه. اگر داشتن حمایت اجتماعی باشه، چون ممکنه، من فعلا نمیدونم، ممکنه پارتنر داشتن به معنای داشتن حمایت اجتماعی قوی باشه. یه نفر ممکنه اون حمایت اجتماعی رو طور دیگه بگیره. بنابراین من میخوام بگم تفسیر این لزوما تفسیرش این نیست. بالاخره بنده مسئولیت نمیپذیرم یه نفر رفت ازدواج کرد، دو مشکل به من ربطی نداره. نکته بعد، افراد مسن بیشتر در معرض خطرن. شما اگر تصور بکنید فرد موسنیو که سالها هویت اجتماعی تشکیل داده، دوست داشته، کلی شبکه گسترده از آدم و دور و برش، ما یه حالی میکنیدش میاریدش اینجا، خب طبیعتاً بیشتر در معرض خطره. این موسن سینگل دیگه ببینید چه برد دیگه، چه فراد چه شود دیگه آبا. تو امیدواریم نتیجه این چیز منفی نباشه. ما گفتیم این رسید به ما اوندر اداس. خب نکته دیگه تفاوت‌های فرهنگیه. یعنی خیلی اوقات هست، هر چقدر در مورد افرادی که تو آمریکای، از آمریکای جنوبی مهاجرت میکنن یا آسیا مهاجرت میکنن اینجا، یکی از دلایلش اینه تفاوت‌های فرهنگی عمیقی با فرهنگ جامعه میزبان دارن. هر چقدر این تفاوت فرهنگی بیشتر باشه، فرد در معرض خطر بیشتری قرار داده برای مشکلات روانشناختی. تصویرش این تفاوت فرهنگی اینه که اون داره میگه he seems awfully interested in my shoes. اون داره تعظیم میکنه تو فرهنگش. اون یکی به دلیل تفاوت فرهنگی داره میگه آقا کفشای منو این خیلی دوست داره، خیال میکنه بابت کفشش. آقایون، حالا برخلاف تجربه شما، اینکه حالا که میگم آقایون، بازم کلی چیزها رو نادیده میگه. میگه مثلا آقایون خب بالا مسن‌ترا یا جوان‌ترا، ولی در کل اون افرادی که راحت‌تر تغییر فرهنگی انجام میدن، اونا کمتر عوارض روانشناختی تجربه میکنن و اون افراد بیشتر آقان. البته من تغییر فرهنگی منظورم نبود، من این بود که با جامعه زودتر قاطی میشن. لزومن معنیش نیست که تغییر، لزومن معنیش نیست، بله حق باشه، بله، ولی میپذیرن، اینتگریت میشن، یه شرایطی باید بپذیرن، حق باشه. نکته دیگه با خب اینتگریشنه. اونایی که تعامل میکنن، تا حدی میپذیرن، اینتگریت میکنن، اونا عوارض روانشناختی درشون کمتر دیده میشه. نکته دیگه مربوط به عامل شخصی میشه، متغیر شخصیتی. اونایی که سلف استیم بالاتری دارن، ارزش بیشتری برای خودشون قائلن، اونا راحت تر انتباق حاصل میکنن با پروسه مهاجرت. نکته دیگه، افرادی که ایژوکیشن کمتری دارن، آموزش کمتری دارن، اونا بیشتر در معرض خطرن.
اون افرادی که احساس میکنن یا ما این چیز داریم تو روانش بهش میگن سلف کانتینیویتی، ما طبیعتاً همه ما این تجربه کردیم، ما احساس کردیم با مهاجرت انگار یک گسلی، یک گپی بین مایی که اونجا بودیم و مایی که اینجاییم وجود داره. به این میگن سلف کانتینیویتی، یعنی ما باید خودمون رو به صورت یه پیوستار تجربه کنیم. افرادی که خودشون رو به صورت پیوستار تجربه نمیکنن و احساس میکنن مهاجرت باعث شده یه چیز جدی اونجا جا بمونه و نتونستن این گسل رو پر بکنن، اون افراد بیشتر در معرض خطره. زبان طبیعتاً اونایی که زبانشون ضعیف‌تره در معرض مشکل بیشتری قرار دارن. جانم؟ بنف خانوم هست، بله. افرادی که under or unemployment هن، بازم برمیگرده به اون هویت اجتماعی، یعنی من تو ایران من تو ایران برای خودم کسی بودم، خیال نکن حالا اینجا آمدم، این کس بودنش از دست رفته، تو از جمله تو شغل under employment، تو ایران رئیسی بوده، مدیری بوده، که خودش فردی بوده، حالا اینجا اون موقعیت رو دیگه نداره. تو این شرایط افراد در معرض مشکلات روانشناختی قرار میگیرن. اول یه فاکتور دیگه مربوط میشه به سیاست‌گذاری‌هایی که جامعه میزبان راجع به مهاجرت انجام میده. خب این در دست ما نیست طبیعتاً. طبیعتاً الان مکزیکی‌ها تو آمریکا شرایط خیلی بدی رو تجربه می‌کنن در مقایسه با قبل. در مورد کانادا نمی‌دونم. یه سری پروسه هم وجود داره، اون پروسه ها رو با دوستان به اشتراک میذارم. اون هم که خانوما معمولاً به صورت کلی خانوما معمولاً مقاومتشون در برابر فرهنگ پذیری بیشتره و بعد وقتی این مقاومت در برابر فرهنگ پذیری بیشتره مشکلات روانشناختیشون هم بیشتر خواهد بود. یه پروسه دیگه اینطوریه که طبیعتاً استرس هایی که به دلیل فرهنگ پذیری تجربه میکنیم منجر به منتال هلسیشون میشه، سلامت روان به خطر میفته، این چیز عجیبی نیست. اونایی که هویت دینی دارن اون افرادم مقاومتشون در برابر فرهنگ پذیری بیشتره و فرهنگ پذیری وقتی در برابرش مقاومت اتفاق بیفته احتمال اینکه دچار مشکلات روانشناختی بشن درشون بالاتر میره. یه نکته رو بگم، این به این معنی نیست که افرادی که دین دارن لزوماً منتال هلسیشو دارن، چون دینداری یه سری فاکتورهای پازیتیو مثبت دیگه هم داره که اون فاکتورهای مثبت ممکنه تعامل بکنن با این، اما من چون اینجا تمرکزم روی فرهنگ پذیری بود راجع به فرهنگ پذیری گفتم، من چون تعمد دارم که دست کم تو جامعه‌ای که تو جامعه ایرانی که من باهاش تعامل میکنم یا به طور کلی تو غرب نسبت به دین یه نوع چیز وجود داره، یه جبهه وجود داره، من معمولا اون سر جبهه هم با وجودی که خودم خیلی به دین به عنوان یه اینستیتوشن باور ندارم، ولی به هر حال علاوه بر این که این نتیجه منفی رو داره، تحقیقات دیگه هستن که نشون میدن مثل همه کامیونیتی های دیگه که همه اینکه اونا که شبیه همان دور هم جمع میشن دیندارا هم همین کارو میکنن و بعد یه سری فاکتورهایی که تو دین وجود داره و جاهای دیگه وجود نداره به دیندارا یه بونسی میده، یه نکات مثبتی میده که غیر دیندارا از اون نکات مثبت بهره مند نیستن. این مجموعه اون چیزایی بود که من دوست داشتم امشب با شما در میون بذارم. 3 دقیقه آقا، 6:30 تا 8:30 بودیم دیگه. اگر سوال، ابهام، مسئله در نهایت اون چیزی که برای من خیلی از همه مهمتره اینه که خیلی از پروسه هایی که ما به صورت فردی طی میکنیم اصلا بهش آگاه نیستیم که چرا تو این موقعیت فلان واکنش رو نشون دادیم یا چرا تو فلان موقعیت فلان واکنش رو نشون ندادیم. روانشناسی اجتماعی نبالینی، دقیقا من دارم به نوعی فخر میفروشم، روانشناسی اجتماعی این امکان رو به ما میده که از بالا به خودمون نگاه بکنیم. این یکی از
بهترین و زیباترین قسمت‌های کرامانشناسی اجتماعی داره. این که ما مجبور محیط نیستیم. من میتونم بگم آقا یه سری فاکتورهایی وجود دارن که تو هر بستر اجتماعی این فاکتورها رو رفتار من و دیگران تأثیر دارن، و این که الان اون به این دلیل عصبانی شد یا من به این دلیل عصبانی شدم یا من خیال کردم اون داره به من توهین میکنه یا اون خیال کرد، من دائم با این ادراک ها درگیرم. این که چرا من این ادراک رو دارم و چرا اون ادراک رو داره، این نگاه کردن از بالا، از چشم عقاب، از چشم سوم خیلی کمک کننده است تا آدم ها اون پروسه هایی رو که غالبا اسیرشن یک شناسایی بکنن، دو تصحیحش بکنن. ما معمولا فقط همینطوری هستیم.